حمله نظامی جمهوری اسلامی به اسرائیل و واکنش گسترده کشورهای شرق آسیا رو دنبال خودش داشته، همچنین استرالیا رو. به ملبورن میریم، همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی. علیرضا، میتونی بیشتر در مورد واکنش ها در منطقه شرق آسیا، همچنین اونجایی که تو هستی، استرالیا و اقیانوسیه، برای ما بگی؟ دقایقی پیش دیدم که وزارت خارجه ژاپن هم صحبت کرده و خواستار کاهش تنش ها شده. کاملا درسته رضا، تلاش ها برای کاهش تنش ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در میان کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه ادامه داره. همطور که اشاره کردی، در تازه ترین واکنش وزارت خارجه ژاپن اعلام کرد که خانم یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس داشته، خواستار خیشتنداری جمهوری اسلامی شده. در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه ژاپن خواستار تضمین ایمنی دریانوردی در آبهای منطقه جمهوری اسلامی شده. دو طرف توافق کردند که ارتباطات خودشون رو حفظ بکنند. در نزدیکی ژاپن، در غرب این کشور، کره جنوبی، امروز یک واکنش داشت. آی یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی در نشست کابینه ابراز نگرانی کرد نسبت به تنش‌ها در خاورمیانه و گفت که این تنش‌ها در خاورمیانه اگر اتفاق بیفته و گسترش پیدا کنه، باید برای جلوگیری از خطر اون و عواقب اون بر اقتصاد کره جنوبی اقدامات و واکنش پیشگیرانه در نظر گرفته بشه. رئیس جمهور کره جنوبی گفتش که تنگه هرمز، کریدور حمل و نقل 60% از واردات نفت کره جنوبی هستش و کره جنوبی به نفت خام 72% از نفت خام خاورمیانه نیاز داره و در نتیجه این تنش‌ها مستقیما بر افزایش قیمت نفت و هزینه های بین المللی حمل و نقل تاثیر میگذاره و فشار اون بر مردم میاد. وزارت بازرگانی تایلند هم در جنوب شرق آسیا به ادارات دولتی دستور داده تا تدابیری رو در صورت تنش و افزایش تنش احتمالی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و تأثیر اون بر اقتصاد و تجارت تایلند اتخاذ بکنن و در نظر بگیرن. دیروز هم وزرای خارجه جمهوری اسلامی و چین تماس تلفنی داشتن. آقای وانگی وزیر امور خارجه چین در تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان خب اعلام کردش که قدردانی میکنه از جمهوری اسلامی برای اینکه هدف قرار نداده همسایگان و کشورهای منطقه رو و بر اون حسن همجواری تاکید کرده. وزرای خارجه عربستان، سعودی و چین هم دیروز با هم صحبت کردند در ارتباط با کاهش تنش‌ها در منطقه. نخست وزیر مالزی اما در یک واکنشی متفاوت از جمهوری اسلامی حمایت کرده و گفته که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل مشروع بوده، اما در مقابل خب اسرائیل، سفیر سفارت اسرائیل در چین ابراز ناامیدی کرده نسبت به واکنش چین به حمله جمهوری اسلامی و به اسرائیل و گفته که ما به دنبال این بودیم که واکنش شدیدتری رو از چین ببینیم که متاسفانه این اتفاق از سوی چین نیفتاده. خب کشورهای دیگه جنوب شرق آسیا هم واکنشی داشتند و ابراز نگرانی کردن، از جمله ویتنام و اندونزی و به تبع کل این کشورهای منطقه بخشی از اونها محکوم کردن، مثل ژاپن، نیوزیلند، استرالیا، کره جنوبی، بخشی هم به مانند کشورهای جنوب شرق آسیا، اندونزی، فیلیپین ابراز نگرانی کردند. علیرضا ممنونم از توضیحاتت. علیرضا محبی همکارم در ملبورن استرالیا.